در ایران ترانه های کوچو بازاری برای خودش یک جای بزرگی رو باز کردش. چرا؟ برای اینکه از توده مردم بود، بدون اینکه رادیو تلویزیون پشتشون باشه حمایتشون کنه، اینها از لاله‌زار شروع کردن و در قلوب ملت ایران راه و جا پیدا کردن. مثل آقاسی، مثل علی نظری، مثل سوسند، که اونها دیگه در بین ما نیستند. اما امروز خوشحالم که عباس قادری اینجاست، بزرگ مرد ترانه های لاله‌زاری که توانست ترانه هاش با سالها گذشت زمان همچنان در دل مردم جا باز کنه و خاطر انگیز باشه. امروز شهرام عزیزم اینجاست. خواهش میکنم شهرام جان بفرمایی. شهرام عزیزم که رهبر ارکست عباس عزیز هست و یکی از بچه های بسیار باذوق در موسیقی هست اینجاست. ممنونم که اینجا هستش. و دیگر فرزند برومندش علیرضا قادری است که به افتخارش دست بزنید. کسی که سالها در تلویزیون های ایرانی زحمت کشیده، بچه با تالنتیه و افتخار اینو دارم که از هفته آینده در تلویزیون امید ایران شاهد همکاری باهاش باشم. مرسی علی جان. خب مثل اینکه اوکی دیگه. خب شهرام جون خسته نباشی، قدر این شهرامو بدونیم. از بچه های بسیار با استعداد و از اوناست که بابایی باباییه این خودم. آقا عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همه مهمونان عزیز، مردم ایران. سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم سلامتی آرامش باشه در کنار عزیزانش. بزن بریم این چیکار میکنم. خانم ها و آقایان، انتظارها به پایان رسید. 50 سال خاطره، صدای ماندگار، خواننده محبوب و مردمی، استاد عباس قادری. خب درود فراوان بر شما همه هموطنان خوبم. سلام دارم خدمت تک تک شما عزیزان که همیشه محبتتون شامل حال ما بوده. افتخار من اینه که 50 سال دوام آوردم که با شما عزیزان باشم. قربون یکایکتون برم. سال نو رو به همه تون تبریک میگم. پیشا پیش آرزوی موفقیت، سلامتی برای تک تک شما دارم. یه دو بیتی کوچولو میخونم بعد آهنگ شاد در خدمتتون هستم. جانم شهرام،
امشب که درانیم امشب که درانیم غنیمت شماریم غنیمت شماریم غنیمت شماریم امشب که درانیم غنیمت شماریم شاید ایجان شاید ایجان نرسیدیم شاید ایجان نرسیدیم به فردای دیگر به فردای دیگر به فردای دیگر باز دوباره عشق اومده در خونه دلمو زده باز دوباره عشق اومده آخه در خونه دلمو زده میخواد منو فریب بده اما دیگه خام نمیشم اسیر این دام نمیشم تصمیم من تا ابده آره چوب این عشق و یه بار خورده این عاشق زار با گذاشته به فرا تا صدای عشق میاد من میگم نیا نیا دل میگه هوا روا چوب این عشق و یه بار خورده این عاشق زار با گذاشته به فرا تا صدای عشق میاد من میگم نیا نیا دل میگه هوا روا دفعه به چهرهش نقاب زندگیه به خیالش که نمیشناسمش این بلا کیه این زبونه که حفظ عشق و گذاشته زیر پا عاشقی خودش یه جور نادونی و بچگیه نادونی و بچگیه آره چوب این عشق و یه بار خورده این عاشق زار با گذاشته به فرار تا صدای عشق میاد من میگم نیا نیا دل میگه هوا نبا نمیری شهرام باز دوباره عشق اومده
در خونه دلمو زده، باز دوباره عشق اومده. آخه در خونه دلمو زده، میخواد منو فریب بده. اما دیگه خام نمیشم، اسیر این دام نمیشم. تصمیم من تا ابده، آره چوب این عشق یه بار خورده، این عاشق دار با گذاشته به فرار. تا صدای عشق میاد من میگم نیا نیا، دل میگه هوا روا. چوب این عشق یه بار خورده، این عاشق دار با گذاشته به فرار. تا صدای عشق میاد من میگم نیا نیا، دل میگه هوا روا. مرسی. یه آهنگ ما بیشتر فرصت نداریم در خدمت. بگین چی براتون بخونم؟ زبا رو میخونیم بعد حالا دانیم چی پیش میاد برامون. زیارت دیگه. چشم. دست 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 حالا بیا. سال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت. موافقین همه با هم بخونیم؟ همه با هم. سال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، حالا برگشتن یه دختری خوشگل و با مغفر. هم سفر ما شده بود و همراهمون میومد. دست و پام افتاده بود این دل بیمروفت. حالا میگفت برو بهش بگو که دوستش دارم. میگفت بگو، میگفت برو بهش بگو دوستش دارم من. میگفت بگو، هرچی میخواد بگه بگه، هرچی میخواد بشه، هرچی میخواد بگه، هرچی میخواد بشه. راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم. راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم. تو زهباری پسر، تو زهباری پسر، آخه چقدر نادونی بابا. اومدی زیارت یا که چشرونی؟ نمیری شهرام؟ گفتم به اون زیارتی که رفتم، قسم به اون عبادتی که کردم. گفتم به اون زیارتی که رفتم، قسم به اون عبادتی که کردم. قسم به اون خفت و دقیق که بستم، بعد خدا من تو رو میفرستم. راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم. راز دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم. من تو زهباری پسر، تو زهباری پسر، آخه چقدر نادونی. اومدی عبادت یا
یا که چشنونی اگه یادش بره، اگه یادش بره، اگه یادش بره که بعده با من داره، وای 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 دل بیچارمو، دل بیچارمو به دست غم بسپاره، وای 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 ای خدا بهار اومد یار من نیومد، وای 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 فصل کشت و کار اومد گل من نیومد، وای 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 دل من شکسته طاقت نداره والا، دل من شکسته طاقت نداره والا. صفای شما. ممنون، ممنون از عباس عزیزم، ممنون از این بزرگیش، ممنون از شهرام عزیزم که از سال به بعد شاهد هنرنماییشون در آمریکا و در دیگر ایالات آمریکا و همچنین در دیگر کشورها خواهید بود، در خارج از کشور. علیرضا عزیزم هم ممنونم، مرسی، مرسی. تشکر از یکایک شما عزیزان. سمیرای عزیز اینجاست، یکی از هنرمندانی که هنرمند یعنی صورت رو بسیار زیبا و زیباتر میکنه. اگر یه ذره من زیباتر شدم به خاطر سمیر. مرسی هستم، خیلی ممنونم که اومدی. سلام خدمت همه بینندگان و همه ایرانیان عزیز، نوروز باستانی رو خدمت همه تبریک عرض می‌کنم. مرسی از شما، متشکرم. مرسی که اومدی، مرسی. خب من میگم علی عزیزم، علی عزیز برای این که نه تنها همکار تلویزیونی من هست در ویس آف آمریکا، تو یکی از چهره‌های درخشانه و دیدید که در جام جهانی چه کرد و واقعا دمش گرم. علی که میگم واقعا فکر میکنم که یه برادری رو دارم صداش میکنم و از اون پسرهای بسیار آغاز. متشکرم، ممنونم. شما به عنوان پیشکسوت و به عنوان استاد هم همواره اجازه میخوام که مثل باقی بزرگان عرصه رسانه احترام شما حتما واجبه و دوست دارم که شاد باش بگم، درود بگم به بینندگان عزیز، بینندگان تلویزیون امید ایران و اینکه نوروز باستانی رو به همه اونهایی که جشن میگیرن و سال 1401 تمام شد، سالی که با رشادت جوانان ایران امید، آزادی و همبستگی رو ما هدیه دادن و امیدوار هستیم که تا تحقق شعار زن زندگی آزادی در کنارشون باشیم، حمایتشون کنیم، صداشون باشیم. شما به جام جهانی 2023 قطر اشاره کردید که با من در تماس بودید و از راهنماییتون استفاده میکردم، بازم ازتون سپاسگزارم. به هر حال به عنوان یک ورزشکار و به عنوان شخصی که سالهاست در عرصه رسانه خبر ورزشی و گزارش‌های ورزشی فعال هستم، دوست دارم به تمام خانواده ورزش ایران درود بفرستم و ازشون درخواست بکنم صدای مردم داغ دیده ایران باشن، همون گونه که سال گذشته بودن و ادامه بدن این راهو برای رهایی ایران و آزادی و زن زندگی آزادی. برابو، برابو، برابو. مرسی، مرسی از تو عزیزم. امشب شب نوروز است و پر از خاطره های زیبا و مخصوصا یه خاطره که خیلی خیلیشون زیبا هستن و الان با این لباسشون من شخصا خودم براشون قش کردم. خیلی خوش اومدید خانم خاطر. مرسی عزیزم، مرسی از دعوتتون. انشالله که امسال سال خوبی باشه، ایران عزیزمون آزاد بشه، به زودی هممون بریم ایران و سال نو رو کنار هم ایران جشن بگیریم. خیلی ممنونم، خیلی ممنون. مرسی که تشریف آوردین با این لباس زیبا، چهره زیبا و امیدوارم که برای شما و خانوادتون هم سال فوق‌العاده زیبایی باشه. مرسی عزیزم، مرسی از دعوتتون. انشالله که امشب شب خوبی باشین در کنار شما. ممنونم، زنده باشید. آقای علی دانیال، دوست بسیار عزیز من، رفیق و عزیز من اینجا هستش، خیلی خوشحالم که میبینمش. نادر جون سلام خدمت شما و همچنین سلام میکنم خدمت تمام ایرانی عزیز. سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم سال پربار و باشکوهی داشته باشم. قربونه پای هفت‌سین باید بریم اونجا مصاحبه بکنیم. اونجا هم هسته، دوست و یار همیشگی من. قربونتون برم نادر، جزوه یکی از دوستای خوب من، داداش منه دیگه، همیشه اینو من تکرار کردم. فقط امیدوارم که همیشه لباس قرمز بپوشم. مرسی، قربونت برم، خوشحالم میبینم. قربونت برم.
دوستان عزیز و ارجمند، مرسی که همطور با ما همراه هستید و با بوی بهاری که میاد و با شکوفه های زیبایی که شما میبینین، دو تا شکوفه زیبا الان کنار من استادن، یه زوج بسیار دوست داشتنی و دو چهره بسیار بسیار دلنشین که چقدر زحمت میکشن برای جامعه ایرانی، مخصوصا برای این لبخندهای زیبای شما. میخوام شما رو معرفی کنم، البته نیازی به معرفی نیست، ولی جناب دکتر آقای فر و بانو پریسا آقای فر، خیلی خوش اومدید. مرسی، ممنونم از دعوتتون، سپاسگزارم. عید خورشیدی خودمون یا سال نو خورشیدی رو به شما که اینقدر زیبا و بهاری لباس پوشیدید و شما بینندگان عزیز و ارجمند تبریک میگم. از صمیم قلبم براتون سالی بهتر آرزو داریم، سالی پر از تکاپو و پر از خبر رو داریم پشت سر میذاریم، با این امید که سال جدید سالی مملو از صلح و آرامش و سلامتی برای همگی شما باشه. در این آخرین دقایق سال با این امید داریم به تحویل سال جدید میریم. بسیار زیبا، خیلی ممنونم. جناب دکتر آقای فر، خیلی خوش اومد. قربون شما، ممنون. میخوایی من بگیرم؟ نه. اوکی، با آقای رفیع زورم رسید. من اولا که سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون. قشنگی سال نو اینه که وقتی آدم میخواد وارد سال جدید بشه، امید داره که امید و آرزوهاش همه به اون چیزی که دوست داره نزدیک بشه. و قشنگی سالم همینه که وقتی آدم میخواد وارد سال جدید بشه، میگه با امید و آرزو به سال جدید میره و این لحظات خیلی برای من زیباست. امیدوارم که برای همه مردممونم این لحظات اونقدر زیبا باشه که وقتی که میخوان پیش روی سفره هفت سین میشینن، آرزوهای همشون برآورده بشه. این بهترین آرزویی که میتونم براشون بکنم. ما اینجا هستیم ولی ریشمون اونجاست. من اینجا آمریکا دنیا آمدم ولی ریشمو در ایران میدونم. من از اون مردمم و امیدوارم که همشون آرزوهاشون به اون چیزی که میخواد برسه. و چقدر زیبا که ما چهرهای مثل ایشون میبینیم که اینجا به دنیا اومدن ولی انقدر ایرانی هستن و به نسلشون و به فرهنگشون و به کشورشون انقدر احترام میذارن. واقعا باعث تقدیره. خیلی ممنونم که امشب اینجا تشریف دارید، زیباتر از همیشه سفره ما رو رنگی تر کردید. مرسی. مرسی از دعوتتون. شما هم همینطور. متشکرم. سال خوبی برای شما و همه بینندگانتون باشه. سپاسگزارم. مرسی. خوشحالم که امروز در جمع مهمانان عزیزمون شخصیت هایی هستن که هم دوستای خانوادگی ما هستن و همین که در جامعه واقعا چه خوش درخشیدن. دارای عزیز من و رویای عزیز من، همسر نازنینش که سالها این افتخار داشتم که گویندگی برنامه های تلویزیون ما رو به عهده داشتن، که امروز جز دوستان خانوادگی ما هستن. خیلی خوشحالم که اینجا تشریف آوردن و امشب چه ترانه ای رو خواهد کنید. واقعا ممنونم که ما رو دعوت کردین. مرسی. عید رو تبریک میگم. البته عیدی ما نداریم، این همه جوان دلیر از دست دادیم، کشته دادیم و خیلی ناراحت هستم. عید رو تبریک میگم ولی من جشن نمیگیرم. متاسفم که این حرفا میزنم و اینکه خیلی از دوستان و آشناهای منم بچه هاشون مسموم شدن با گاز و حالشون خوب نیست، در بیمارستان هستن. در حسرت. مرسی که ما رو دعوت کردین. انشالله که خیلی ممنونم. سال خوبی باشه براتون. من سلام میکنم خدمت شما، تبریک میگم عیدو به شما و به همه بینندگان تلویزیون امید ایران. انشالله که شاد و پیروز باشین، نوروزتون پیروز باشه، هر روزتون نوروز باشه و با امید آزادی ایران عزیزم.